په دوحه کې د سولې خبرو اترو د خمغ بیولو په پار له طالبانو د جګړې په ترسیدو غوښتنه د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې دینی عالمانو د دغه ولایت د دینی علماو شورا له طالبانو غوښتل چې د خبرو اترو په پار د اسلام او پیغمبر لار او طریقه خپل کړي تر څو خبرو اترې په ښه شان مخته ولاړ شي. دوی وایي سوله د هیواد د ټول مسلمان امت اراده ده. حکومت په دې برخه کې قرباني ورکړي او طالبانو ته هم پکار ده چې د سولې په پار قرباني ورکړي او د ولس غوښتنې دې ومني. آرمان آرزوی همه امت مسلمه هست در صبح که میشه تا زمان که فداکاری نکنه قربانی کنی اصلا این ناپذیر نیست، ناگزیر است، گذشت است. کل مسلم علی مسلم حرام، اشیاء یک مسلمان بر برای مسلمان دیگر حرام است. دمه و ماله و عرضه ریختن خون مسلمان ناحق یا از بین بردن عزت آبروی مسلمان یا تلف کردن مال مسلمان یا مالی که بیت المال از منظر آمده است این را ما از بین ببرید، این بر برای شما نادرست ناجایز است. دینی عالمان وایي کابو څلوېښت کاله کېږي چې په هیواد کې بې ګناه انسان وژنې ترسره کېږي او د هیواد اقتصادي وضعیت هم ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې ده. دوی له طالبانو وغوښتل رامنځته شوې فرصت څخه د بګټنې سوله وکړي او روان انسان وژنې ته د پای ټکی کېږدي. ما و شما مسلمانان در این سرزمین چهل سال شده که جوی خون جریان دارد. هر روز اطفال معصوم به خاک خون کشانیده میشن، زنها بیوه میشن، خانواده ها بی سرپرست میشن، زیربنای مملکت نابود شده. امروز یک فرصتی آمده، حداقل یک عقل زمینه مذاکره را مهیا ساخت. ولی با تعصب، با کمال تعصب پیامبر به خاطر چون صلح چگونه از خود گذری کرد، امروز آماده نیستند به خاطر حسن نیت نشان دادن به صلح از کشتار برادر مسلمان و طفل مسلمان سرزمین باز بیستند. جای تعصب اعلان کردن جهاد این کاری ساده نیست. اگر از هزار عالم به فکر بکنید 999 ایشان اگر در جهادی در یک جا فتوا بدهند، ولی اگر یکیشان هم خلاف اینا ایستادگی بکنند، دلایل منطقی و شرعی داشته باشند، به اندک شبهه قتل یک انسان جواز بودنش از قسمه. دا کانفرانس د سلګونو دنیا لمانو د شبرغان اوسیدونکو پکې برخه اخیستې و. ټول جګړې پېتر رسیدو او دایمي اوربند باندې ټینګار وکړ.